اسم ابو موسا را تا پیش از اینکه شیخک ها بیشتر از کوکونشان صحبت کنند بیشتر از گزارش هواشناسی می شنیدیم. هنوز سفر به ابو موسا آسان نیست. حالا دولت گفته منطقه توریستی می شود و سرمایه گذاری می شود و از این حرف ها. کاش می گویم ما این کت دیگه مون آقا می پوشیدیم، این کت مونی خورده گرگشاده. و فرماندار هم همین حرف ها را آنجا برای ما تکرار کرد. به همه عزیزانی که مایل هستند به موسا سفری داشته باشد دعوت میکنیم و این آمادگی را هم اعلام میکنیم که انشالله بتوانیم در خدمتشون باشیم. ابو موسا مردمی صبور دارد، موسا دارد. اسم چیه؟ موسا. بچه همینجایی؟ بله. چند سالته؟ 8 سال. یعنی کلاس دوم؟ بله. ببین این شهر شما ابو موسا چه چیزایی داره؟ دریا، پارک. موسا راست میگفت، اینجا دریا دارد، پارک دارد، بقالی دارد. حدود 40 ساله که در ابو موسا مغازه‌دار هستم. سلمانی دارد، یک بیمارستان خفنی دارد که شاید خیلی از شهرهای ما ندارد. 5 تا تخصص داریم، بخش جراحی عمومی، جراحی زنان و زایمان، بخش داخلی، بخش اطفال و همچنین اورژانس. نانوایی دارد، توی صف نانوایی فهمیدیم دکتر ارنست دارد. تو جزیره زندگی میکنم، خودم و خانومم، هر دوتا دندون پزشک هستیم. تو جزیره معروف دکتر ارنست. یکی از بچه های مدرسه میگفت اماراتی ها را ریستارت کنیم ببینیم کجا بوده. این ماجره امارات و اینا رو شنیدی دیگه؟ میگفت میگه اینجا ابو موسا برای ما هست. آره دیگه، بعد ریستارت شکنه از نو لود بشن، اصلا کجا بودن کجا نبودن ادعا مالکیت میکنن. ویدیو کلوب دارد، گیم دارد. ایستگاه اتوبوس دارد اما بیشتر مینیبوس دارد. مینیبوس میاد به جای اتوبوس. اداره طبیعت بدنی، هیئت قایقرانی و شنا. ساحل اینجا یه خصوصیت های خیلی جالب و جذابی داره، مثلا اینکه کایت داره، فرصت جت اسکی دارین و بهش میگن ساحل آکواریومی، بس که کیفیت آبش بالاست و انقدر زلال و شفافه. جزیره ابو موسا و دقیقا روی تنگه هرمز تسلط کامل داره. اسمم اصغره، بچه جزیره ابو موسا. جزیره اصغر میگفت وضع ماهیگیری خوب است. بهترین ماهی ها توی جزیره پیدا میشه. وضعیت ماهیگیری خیلی خوبه، عالیه. ولی ساعد رئیس شیلات ابو موسا بود. ولی میگفت سالیانه میزان صید 1,180,000 تن در سال. حتی کانون پرورش فکری دارد. سلام علیکم. خسته نباشید. حال شما خوبه؟ سلامت باشی. شما خوبی؟ کارمندید شما اینجا؟ بله. آ انتقالی گرفتی؟ نه هستم اینجا. او کارمند کجا؟ مدرسه هایش در تمام مقاطع بودند. همه هم اسمشان خلیج فارس بود. معلم زیست شناسی، هنر درس می‌داد. معلم چی هستی؟ معلم زیست شناسی هستم، هنرم درس می‌دهم. آها، زیست شناسی، هنرم درس می‌دهم. و اینجا مثلا اول دبیرستانه. ما مثلا یهویی بریم تو. سلام علیکم. سلام استاد. حال شما خوبه؟ سلامت باشی. شما خوب هستین؟ امتحان داشتن؟ بله. آبر بانک دارد. خرابه؟ خرابه. چرا؟ از همین کار راه ننداختن ها، همین معطلی های اطراف خودمون دارد. آقا این آبر بانک رو درست میکنی؟ یه رب دیگه؟ و صداهای جالبی شنیدیم و تمام میدانها و کوچه ها و خیابانها و بلوارها اسامی آشنایی دارند. دانشگاه واحد ابو موسا خیلی جالبه. فکر نمی کردم که مثلا ابو موسا دانشگاه هم داشته باشه. دانشجوها مطالبات ابو موسا را اینطوری لیست می کردند. یه مجتمع تفریحی بزرگ. تردد. آه رفت و برگشتتون اذیت میشه. دیگه چی؟ آبش آب خوبی نیست. و درباره شیخک های کوچولوی خلیج همیشه فارس نظرات جالبی داشتند. به نظر من امارات اشتباه کردن حرف زدن. فقط تعدادیشون اینجا مهمان هستن، نباید بیشتر از حقشون میخواستن. 300-400 نفر مهمان اماراتی در همین خانه ها زندگی میکنند طبق یک قرارداد عتیقه انگلیسی. از تمام امکانات ایرانی‌ها هم استفاده می‌کنند، حتی همین یک آب شیرین‌کن ابو موسا. بچه‌های تنها دانشگاه جزیره را
اگر رهایشان میکردی نقشی مؤثرتر از سخنگوی وزارت خارجه ما پیدا میکردند. اونا هیئت واسه خودشون در آوردن، حرفی واسه خودشون زدن. سردار تنگسیری جانشین فرمانده نیروی دریایی بود. هماهنگ کرد یک هلیکوپتر گرفتیم، با سلام و صلوات سوار شدیم و دور جزیره گشتیم. ما حاضریم جان خودمون هم فدای این سرزمین بکنیم. این سرزمین ماست، متعلق به ماست و سالهای سال هم ایرانی بوده، این جزایر ایرانی خواهد بود انشاءالله. زلالی آبش و زیباییش عین لاست بود. مردم اینجا اما شبیه گمشدگان نبودن. بچه ابو موسا. شغلتون چیه؟ شغلمون به حساب تو شهرداری، قبل از اون تو آبشیرین کن بودم. بعد پیرمرد که همسرش را گذاشته بود گوشه ای تا مصاحبه تمام شود، او را ترک موتور سوار کرد. کجا میری؟ مسجد جامع شهر جای سوزن انداختن نداشت. شب که بچه ها فوتبال بازی میکردن فکر کردیم به هر حال باید تلاش های از سوی این همسایه کوچولوی ما برای یارگیری اینجا بشود که میشود. امارات کدوم تیمه؟ تو اماراتی؟ اما همه ی جار و جنجال ها علیه ایران ما را همین گاف صندوق مسئول ثبت احوال ابو موسا کفایت میکند. این اسناد قدیمی شهرستان ابو موسا. این اولین سند جزیره ابو موساه که جزیره ابو موسا زیر نظر ثبت احوال بندر لنگه صادر شده. این سند در سال 1336 ثبت شده. ساکنان ابو موسا هی ما را شیر میکردن. ساکنان ابو موسا هی ما را شیر میکردن. ای شیر کردن انقدر که آخر گزارشم را اینطوری تمام کرد. ما حواسمان به ابو موسا هست، به تنب کوچک و تنب بزرگمان هست. شما بیشتر از کوپنتان نخواهید.